عرض سلام و درود خدمت همه عزیزانی که نشستن الان پای برنامه گفتگو با یه قسمت دیگه از برنامه گفتگو از شبکه جهانی دریملند در خدمت شما هستیم. امروز خیلی خوشحالم چون که یه مهمون خیلی ویژه داریم تو برنامه‌مون، اونم آقای نادر درجه است. نمیدونم چقدر با چهره ایشون آشنایی، ولی همه ما میدونیم که ایشون یه بیزنس خیلی موفقی دارن توی دندینوم به نام فروشگاه مرمره. قبل از هر چیزی از ایشون تقاضا میکنم که سلام علیکی با شما داشته باشن و ما یه خوش آمدی هم به ایشون بگیم که لطف کردن و ما در خدمتشون هستیم. آقا نادر بفرمایید. خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم به همه بیننده‌های عزیز و آقا میلاد که خیلی زحمت کشیدن ما رو دعوت کردن برای این گفتگو. در مورد بیزینس که فرمودین شما، یکی از بیزینس‌های ما همین فروشگاه مرمره است که یه قسمت خیلی کم شما گردونندش هستیم و بیزینس موفق همیشه تیم موفق خودشو داره. دقیقا بیشترین زحمت که توی این بیزینس کشیدن آقای کریم آقا هستن که دوست ترکیه ایمون هستن. اینا سالیان زیادیه این فعالیت دارن انجام میدن، این بیزینس رو دارن میچرخونن و کارخونه های متعدد گوشت و مرغ و اینا هم خودشون دارن که مستقیما از اونجا به فروشگاه مرمره میاد. یه سوالی که الان به نظر من رسید آقا نادر اینه که ما توی دندینو خیلی بیزنس های مختلف راجع به مثلا فروشگاه خاربار، فروشگاه مغازه های گوشت و مرغ و اینا داریم. چی شد که شما بیزنس شما همیشه نفر اوله که همیشه به نظر میرسه؟ به نظر شما رمز موفقیتتون واسه چیه؟ خدمت شما عرض کنم که رمز موفقیت هر بیزنسی قیمت مناسبشه، کیفیت خوبشه و سرویس‌دهی عالی که به مشتری میدین، رضایت مشتریه. دقیقا که خب این دوست ما همونجور که گفتم تجربه این کار رو شاید 2 دهه داره. بله. این کار انجام داده. ما یه بیزینس خیلی کوچیکتری از این سوپر رو توی نریوارن اول داشتیم، یه اونجا یه تجربه کسب کردیم. بله. که بعد به کمک این دوستمون تونستیم که این بیزینس رو که داشتن یه ذره بزرگترش کنن و ما هم یه گوشه ای از کار رو بهشون بتونیم کمک کنیم. من الان یه چیزی که خیلی به نظرم میرسه شما گفتین یه خورده بزرگترش کنین، ولی خیلی بر من جالبه چون من تقریبا نزدیک 1 دهه است که طرفای دندینون زندگی میکنم و ما همه خریدمون رو مخصوصا چه اجناس ایرانی و ترکی که میگیریم و گوشت حلالی که میگیریم از دندینون میگیریم. یکی از مشکلاتی که همیشه ما داشتیم این بوده که به قول معروف خیلی کار سخت بوده چون خیلی بیزنس ها همه داخل هم بودن، مغازه های کوچیکی داشته، خیابونا همیشه شلوغ بودن و تقریبا 1/2 ساعت دنبال کار پارک میگشتی، یه جایی رو پیدا میکردی، بعد وارد هر مغازه که میشدی اون جنس مورد نظرتو نمیتونستی پیدا بکنی. بعد همیشه قیمت این مغازه با مغازه دیگه حداقل 10 دلار فرق داشته. ولی الان ما میدونیم که اگه بریم مثلا توی مغازه مرمره به راحتی میتونیم یه کار پارک خوب پیدا بکنیم و بعدش هم مطمئنیم که قیمتی که میگیریم نسبت به قیمت بقیه حتما مناسب تره. شما چجوری تونستین که به قول معروف یه فضای خیلی بزرگی رو ایجاد کنید و بعد بتونید که تو این همه رقابت بهترین قیمت رو با بهترین کیفیت به مردم عرضه کنید؟ خدمتتون عرض کنم که لحاظ قیمت چون بیشتر جنس ها رو خودمون وارد میکنیم از طریق ایران و کشورهای دیگه، از لحاظ گوشت و مرغش هم که از خود کارخونه آقا کریم که تقریبا میشه گفت که گردوننده کامل و همه کاره این بیزینس هستش، از کارخونه های خودشون میاد و لحاظ پارکینگ و اینا هم که خب چون جای قبلی که بود فروشگاه مرمره جایی که بود همین مشکل رو داشتیم، ما یه دید بازتری کردیم به این بیزینس چون کسایی که میان برای خرید تنها و بزرگترین مشکلی که دارن مشکل پارکینگشه. بله. که سعی کردیم اون مشکل اینجا پوشش بدیم و
یه حدود 150 تا 200 تا پارکینگ رو فراهم کنیم برای مشتری‌ها که بتونن راحت خریدشون رو بکنن. و حالا تو مرحله‌های بعدی، فازای بعد که افتتاح میشه از مرمره، دوباره یه بیزینس‌های جدیدتری و قراره که رستورانش بزرگتر بشه، نونواییش فعال بشه، قسمت شیرینی‌پزیش را بیفته و و و که به مرور اینا اتفاق میفته. الان اشاره کردین به فازای بعدی، من سوالی که الان برای من پیش اومد اینه که تقریبا همه سوپرمارکت ها یه تردیشن خاصی دارن، یعنی یه چند تا مثلا قفسه میچینن، چند جور مثلا مواد غذایی میذارن، فوقش یه قصابی کنارش میذارن و یکم مثلا شیرینی و اینا آماده میذارن. این خیلی به نظر من فکر و آیدی های خیلی خوبی بود که شما خودتون توش نونوایی درست کردین، توش رستوران درست کردین و چیزی که من میدونم انگار که یه اوپن بار دارین، مثل یه بافت هست که مردم میتونن که با یه قیمت خیلی مناسبی برن و اجناس خودشون رو بردارن و با قیمت خیلی نازل این رو به قول معروف تهیه بکنن. این فکر و آیدیا از کجا به نظر شما رسید؟ همونطوری که گفتم، بالاخره یه تیمی هستیم که میشینیم با هم دیگه هم فکری میکنیم و به یه نتیجه میرسیم که وقتی مرور میکنیم کارو میبینیم که این ایدهی که میدن این موفقیت دنبالشه و اونو اجراش میکنیم. و خبر خوشی هم که میتونم بدم، از فردا به جز بوفه نهارمون، شامم توی فروشگاه مرمره برقرار هستش. خیلی عالی، خیلی، من خودم مشتری شدم، من خواهم بود اولین نفر. خیلی هم عالی. سوالی که الان برای من پیش میاد دوباره برمیگرده به خود محیط دندینون. میدونیم که توی دندینون ما دندینون مارکت رو داریم که خیلی بزرگه، یعنی همه جور اجناس رو، تو مثلا اجناسی که مال مثلا میدلیست و مدیترانه است مثلا میتونه اونجا تهیه بکنی و یه عالمه مغازه افغانی و ترک و ایرانی هم وجود داره. چی شد که دندینونگ رو انتخاب کردین؟ یعنی میدونید که شما اونجا کامپتیشن و رقابت خیلی زیاده، ولی خیلی به نظر من دل و جرأت میخواست که بیان یه مغازه به این بزرگی رو اونجا باز کنی و اینجوری موفقیت کسب کنی. خودتون نظرتون چیه؟ نظرمون وقتی آدم بتونه بهترین کیفیت رو با مناسبترین قیمت بده، 100% اون بیزینس موفقه. در کنار اینا سرویس دهی خوبم که باشه. ما خب قبلا فروشگاه مرمره قبلا سرویس دهیش از لحاظ پارکینگ ایراد داشت، از لحاظ کوچیکی جاش اینا موردایی بود که توی بیزینس دیده میشد که اینو اومدیم با صحبتایی که کردن اینو درستش کردیم که بتونیم خیلی سرویس بهتری بتونیم به مشتریامون بدیم. آخرش سوالی که من دلم میخواد از فروشگاه مرمره بپرسم اینه که البته الان اشاره کردیم که شما قبل از اینکه یه بوفه برای نهار داشته باشین، میخواد یه دونه بوفه هم داشته باشین برای شام. هیچ طرح جدید دیگه ای هم دارین که بخواد بهش اضافه کنین؟ دلتون میخواد که الان جا با بیننده ما قسمت کنین؟ خدمت شما عرض کنم که طرح جدیدش این که بجز بوفه منوی غذا هم داریم. کسی اگه بخواد انتخاب کنه غذای دلخواهش رو از غذاهای ایرانی، عربی، افغانی و به جز داخل خود رستوران، بیرون هم ما فضایی رو درست کردیم که برای نوشیدن چایی و کافی و احبا. که یه فضای حدوداً 60-70 نفر میتونن بیرون از خودشون بشینن و لذت ببرن از این فضا. نظر من فکر خیلی خیلی خوبیه، چون که مثل یه شاپی میمونه که وقتی وارد میشی احتیاج نداری جای دیگه بری، میتونی تمام خریداتو اونجا انجام بدی، با خانواده بری کل خریداتو انجام بدی، نهار یا شامت هم بخوری، قهوت هم بخوری، اجناستو برداری، راحت وارد پارکینگ بشی و اجناستو برداری و بری. خیلی به نظر من فکر و آیدیای عالیه. من تبریک میگم به شما. خیلی فکر خوبی. خیلی ممنون. ما دوست داریم که کسایی که میان خرید میکنن، مشتریای عزیز، رضایت کافی داشته باشن از این. حتما همینطوری. مرمره،
مجموعی از بهترین ها. با مراجعه به سوپرمارکت مرمره واقع در محله دندیلون در شهر ملبورن، تجربه جدید و لذت دوچندانی از خرید خود ببرید. مرمره بزرگترین عرضه کننده محصولات غذایی ایرانی، ترک و افغان با بالاترین کیفیت ممکن و نازل‌ترین قیمت. کیفیت مثال زدنی محصولات پروتئینی مرمره ناشی از دقت در انتخاب بهترین دام و طیور جهت ارائه محصولاتی چون گوشت قرمز، مرغ، ماهی و فراورده‌های گوشتی و دریایی است. مرمره سال هاست که با تولید و عرضه انواع محصولات پروتئینی و لبنی حلال رضایت خاطر شما عزیزان را تضمین می کند. کافی شاپ و رستوران مرمره با ارائه انواع نوشیدنی های سرد و گرم به همراه شیرینی و دسرهای لذیذ و تازه بهترین مکان برای پذیرایی از شما در حین خرید می باشد. تجربه بهترین کیفیت و طعم غذاهای ایرانی، ترک و افغان با قیمت‌های باور نکردنی به همراه بوفه باز سالاد، پیش غذا و دسرهای خوشتم حس تازه‌ای از غذاها و نوشیدنی‌های مدیترانه‌ای را به شما می‌دهد. مرمره، مجموعی از بهترین‌ها. سوال دیگه‌ای که الان برام مطرح میشه اینه که قبل از اینکه شما اصلا بیاین وارد بیزنس بشین، وارد استرالیا بشین و به این فکر بکنید که مثلا من میخوام یه دونه سوپرمارکت توی دندون باز بکنم، تجربه دیگه‌ای هم داشتین؟ یعنی مثلا غیر از داشتن سوپرمارکت توی جای دیگه، توی استرالیا یا مثلا توی ایران یا کشور دیگه، هیچ بیزنس دیگه‌ای هم راه اندازی کردین؟ خدمت شما عرض کنم که بنده از سال 1369 به تاریخ ایران توی اولین بیزینسم رو توی دبی شروع کردم با 3 مغازه که صادرات لوازم لوکس ماشین و خود ماشین رو به کشورهای مثل روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، باکو صادر می‌کردیم و حتی حوزه خود خلیج، عربستان و عمان و بحرین، و که خب مستقیما خودم کالا رو از چین و کره و تایوان خریداری می‌کردیم و اینجا به حالت عمده می‌فروختیم. خب اون اولین تجربه بیزینسیمون بود که شاید 10 من تو دبی اونجا فعالیت کردیم. هنوز همین بیزینس انجام میدین یا الان خب به یه طریق دیگه توی تهران اونو داریم ادامه میدیم، توی پاساژ علایالدین، از قسمت لوازم لوکس ماشین به لوازم موبایل و خود موبایل انتقال دادیم. خیلی عالی. جای دیگه تو ایران هم هیچ پروژه خاصی دارین انجام بدین؟ یه پروژه شاپینگیه که من 3 پیش کلنگشو زدیم به کمک چند تا از دوستانمون، از مهندسین که کنارمون هستن و دلگرمی رو میدن، که ما از سال 91 اگر اشتباه نکنم این پروژه رو شروع کردیم و تا 10 تا 11 دیگه تموم میشه. یه شاپینگ سنتر یا پاساژ تجاری تفریحیه به نام ایپک پالاس که سایتش هم هستش، میتونن برن نگاه کنن. 45,000 متر فضا داره اینجا، 2 پارکینگ داره، شهر بازی سرپوشیده داره، هایپر مارکت داره و و شرکت های دیگه که ما داریم باهاشون قرارداد می‌بندیم. و شهر بازیشو قرارداد شما با شرکت ترکیه‌ای فان تایم بستیم. از 11 تا 12 دیگه انشالله بهره برداری میشه. بعد این ایپک پلاس که الان فهمیدید توی تهران هستش؟ توی تبریز هستش. توی تبریز هستش. خدمت شما عرض کنم ایپک پلاس، ایپک به معنی همون ابریشمه. بله، ابریشم. بازار ابریشم. بازار ابریشم. خیلی هم خوب. بعدش این که خب شما اشاره کردین که توی دبی کار به قول معروف ماشینای لوکس داشتین، هنوز توی تهران هم این کارو میکنید. بعدش هم اینه که یه پاساژی هم دارین درست میکنید توی تبریز به نام ایپک پالاس، توی ملبورن هم که الان
فروشگاه مرمره که دیگه همه میشناسنش، که به قول معروف یکی از فروشگاه‌های خیلی موفقه. توی خود استرالیا هم هیچ برنامه و پروژکتی دارید که انجام بدین؟ خدمت شما عرض کنم که ما پروژه‌ای که برای بیزینس توی ملبورنمون به خصوص داریم، بله، امروز حدود 10 تا دونه کارواشه که ما اینا رو سه تاشو راه اندازی کردیم، بله، دارن فعالیت میکنن. 7 تا دیگه‌ش هم که داریم کاراشو میکنیم، لازه سقفشو بپوشونیم، کارهای راه اندازیشو بکنیم که اینا رو انتقال بدیم به کسایی که دوست دارن بیزینس خیلی راحتی داشته باشن، خیلی راحت بتونن از یه بیزینسی بهره برداری کنن، اینا رو انتقال بدیم بهشون. من اجازه دارم یه پرانتز اینجا باز کنم به خاطر تجربه خودم. خیلی پیش میاد برای من که میدونم خیلی از ایرانی ها اینجا طریقه مهاجرتشون اینه که با ویزای بیزنسی بیان اینجا، و میدونم اینا یه سرمایه رو میارن اینجا و برای اینکه بتونن ویزاشون رو دائم بکنن باید یه مقدار پولی رو ترنوور بکنن، و من خیلی از این آدم ها رو میشناسم که میان با من صحبت میکنن. راحت ترین کاری که انتخاب میکنن اینه که میان یه دونه رستوران دست دویی میگیرن یا میرن یه دونه کافی شاپ میگیرن، غیر از اینکه پولشون از دست میدن هیچی، چون سابقه کار اینم نداشتن. و میدونیم که کار رستورانداری توی ایران کاملا متفاوته با کاری که توی استرالیا انجام میدیم. به نظر شما این کارواش میتونه یه کمکی به این آدم ها باشه که بیزنسی رو انجام بدن و غیر از اینکه بتونن ویزای خودشون رو داشته باشن پولی هم از این جهت در بیارن؟ دقیقا همینجوری که شما فرمودین، اکثر هموطنان که میان اینجا حالا به طریق ویزای بیزینسی، علتشو نمیدونم چرا، خیلی راغبن که کار رستوران و یا کافی شاپ و تو برنامه هاشون دارن که از اون طریق ویزای بیزینسیشون رو، شاید به خاطر اینکه راحت تر باشه، درسته؟ البته من نمیدونم، چون خیلی سخت ترین کار رو این انتخاب میکنن، چون رستورانداری و کافی شاپ داشتن اینجا یکی از سخت ترین کاراست، چون یه کار تقریبا فوق حرفه‌ایه. یه رستوران یه آشپز حرفه‌ای میخواد، یه ویتر حرفه‌ای میخواد، یه کسی رو میخواد که بتونه اونجا با مشتری خیلی خوب صحبت کنه، مشتری رو قانع کنه به اون فضایی که داره، به اون سرویس که میده. خب این واقعا خیلی سخته. به غیر از اینا خب مشکلات اداره بهداشت اینجا هستش و ذائقه های مختلفی که دارن اینجا. خب یه رستوران شاید یه ایرانی بخواد بره، افغانی بره توش غذا بخوره، یا یه استرالیایی. اینی که خب خیلی بیزینس، واقعا خیلی سختیه این بیزینس. بله. خب من نمیدونم چرا بیزینس سخت رو انتخاب میکنم. بیزینس کارواش هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. دقیقا. نه، یه آدم خیلی معمولی میتونه در عرض یه هفته یاد بگیره و این بیزینس رو راه اندازی بکنه. در تایید حرفای شما بگم که دقیقا راست، درست میگین. توی بیزنسی که وقتی برای کافی شاپ یا رستوران میزنین، اول اندش این که همیشه پیدا کردن مشتری سخت در این کاره. برای این باید یه عالم تبلیغ انجام بشه، باید یه مدت خیلی مدت زیادی رو طول بکشه تا اینکه بهترین غذا رو سرویس رو بدین تا بتونین مشتری دائمتون رو پیدا کنین، چون مشتری های گذری هیچ وقت اون پول لازمی رو که شما سرمایه گذاری کردین هیچ وقت در نمیارین. شاید تقریبا یک سال یا دو سال طول بکشه یه رستوران استبلیش بشه و به قول معروف زبان خیلی خوب میخواد، تجربه خیلی خوب میخواد، همونجوری که گفتیم باید آشپز خیلی خوبی داشته باشه، سرویس خیلی خوبی رو بده و بعد از یکی دو سال یه اسمی برای خودش درست کنه که بتونه راه اندازی کنه. کسایی که برای یه سال میان و برای بیزنس این کارو میخوان بکنن، ظرف یه سال به نظر من پولشون همشون رو لاست میکنن و نمیتونن اینو داشته باشن. از اون ور که گفتین کارواش خیلی کار ساده ایه، چون کارواش تبلیغ خیلی خاصی نمیخواد. همین بوردی که گذاشتین اینجا، همه هم ماشینشونو بشورن و شستن ماشین رو به قول معروف به منم بدین میتونم بشورم. یه دو روز طول میکشه فقط یاد بگیری که کجا ماشین رو بشوری، و خیلی هم زبان انگلیسی اونجوری تکنیکی لازم نداره. و فکر میکنم که بعد از اینکه این بیزنس باز بشه، اگه جای مناسبی باز بشه، تبلیغ درستی براش بشه، حتما میتونه خیلی
بازدهی خوبی داشته باشه. شما گفتین که 7 تا کارواش رو باز کردین و الان 3 تاشو راه اندازی کردین، درسته؟ الان این 3 تایی که راه اندازی کردین چند وقته که راه اندازی کردین و خودتون چه عدد و رقمی برای سوددهیش دیدین؟ خدمت شما عرض کنم که همونجور که شما فرمودین، خب هر بیزینسی توان مالی خودشو داره و درآمد نسبت به خرید بیزینس جوابگوی سود رو باید باشه. دقیقا. خب ما کارواش داریم که 400 هزار دلار قیمتشه، خب درآمدش راضی کننده است، و کارواشی هم داریم که شاید با 50-60 هزار دلار بشه این بیزینس رو راه اندازی کرد. خب مونده ببینیم مشتریمون چی میخواد. دقیقا. شما خودتون بالاخره تو استرالیا من میدونم که بیزینس کردیم و کار ملک هستین شما. میدونی خب یه کسی توان خرید یه ملکو داره، یکی توان خرید یه چی بزرگتر، نسبت به جیبش باید نگاه کنه بیاد سراغ اون بیزینس. و خب ما تنها تبلیغی که میتونیم توی بیزینس هایی که به هموطنان یا کسایی که دوست دارن این بیزینس ها رو بخرن، تبلیغمون اینه که میتونن تشریف بیارن و یک هفته، دو هفته، سه هفته توی اون بیزینس باشن، ببینن اگر دوست داشتن قانع کننده بود براشون سوددهیشون، بعد برای خریدنش اقدام کنن. خیلی خیلی جالبه برای خود منم، چون که تقریبا بیزینس همیشه برای ما همیشه ریسکی داشته، چه از خود من چه شما که شروع کردین. همیشه وقتی دست به یه بیزنسی رو میخواییم بزنین، خب البته روی کاغذ ما همه عددامون رو میاریم، ولی این همه عددا واقعی نیستن. تا دست به کار نزنی، تا به قول این بریا به قول معروف تست نکنیم این بیزنس رو، واقعا در نمیاد که ببینیم این چقدر سرمایه که گذاشتیم چقدر برداشت میکنیم. به نظر من خیلی فکر خوبیه که شما اجازه میدین که چند نفر بیان اینجا، حتی یه هفته دو هفته امتحان بکنن، اولا ببینن توانایی اینو دارن که بتونن به قول معروف این کارو انجام بدن، بعدش هم نگاه کنن ببینن بازدهی و سوددهیش چجوریه. فقط سوالی که برای من میمونه اینه که این هفتهایی که شما راجع به کارواش دارین صحبت میکنین، مکان خاصی داره یا یه سابر به خاصی داره یا همشون در یه حوالیه؟ نه، منطقهاشون فرق کنه. ما منطقه رینگوود داریم، دونکستر داریم، فرانکستون هست، دندینونگ هست، و خدمتتون عرض کنم که توی کلایتون هستش، تو نریوارن هستش. بله. منطقه‌های مختلفه و خب نسبت به بیزینسش مبلغ خودشون هم داره. بله. که خب معلومه وقتی توی دونکستر باشه خب قاعدتا زمین گرونتره تا وقتی جایی که فرانکستون یا نریوارن باشه. فقط سوالی که الان برای من پیش میاد اینه که به قول معروف وقتی میریم رستوران رو بخریم یا یه دونه کافی شاپ رو بخریم، خب این یه اکوپمنتی داره، یعنی به حال تو یه اجاق گازی داری، یه یخچالی داری، یه طبقه‌ای داری، یه چیزایی هست. توی کارواش هم حتما یه سری وسایل داری که بعد اینا رو بخری. شما این کارواش رو با لایسنسی که خریدین با اکوپمنتش بهشون تحویل میدین یا اینکه باید خودشون اینا رو خریداری کنن؟ نه مسلما همینطوره، فقط اینکه تو صحبت هایی که اول گفتم، خب شما وقتی یه رستوران مثال من میگم به یه رستوران بله. فرض میکنیم اگه بخواین باز کنین برای بیزینستون، خب شما هر روز باید گوشت تازه‌تون رو بگیرین، مرغ تازه‌تون رو بگیرین یا مواد مصرفیتون رو، و به غیر از همون که شما گفتیم گاز و نمیدونم اجاق گازش رو، نمیدونم یخچالش رو، اینا خب برای ران کردنش ما زمین خالی رو تحویل اینا نمیدیم. هر کسی که دوست داره بخره، کارهای اولیه‌اش میشه، فقط آماده میشه که ماشین بیاد برای آماده است برای شسته شدن. آخرین سوالی که دارم، ببخشید من حرفتونم قطع میکنم، این که ما میدونیم که دو جور کارواش داریم، یکی هند کارواشه و یکی دیگه‌اش هم هست که با ماشینه. شما کدوم یکی از این هست، یا کامبینیشن جفتشونه یا فقط با دسته یا با ماشینه؟ من از اطلاعاتم میگم که هم هند کارواش داریم، هم کارواش های سکه‌ای داریم که کسایی که دوست دارن خودشون میشنن، هم کارواش های ماشینیه مثل لیزر واش. بله، یا بله. کارواش هایی که تو ایران بود میگن تاچ فری اینا رو. بله، ما هر ستای اونا رو هم داریم، هم هند کارواش رو داریم میتونیم پیشنهاد بدیم، هم
کارواش های سکه‌ای هستن و هم کارواشی هستش که لیزریه، اونم همون سکه‌ای میندازه، ولی خب اتوماتیک خود دستگاه میشوره دیگه، احتیاجی نیستش که سکه بندازن خودشون واسن بشورن. یه سوال آخری که فقط برای من پیش میاد، البته خب میدونم که گفتین که سابربای مختلف و قیمت‌های مختلفی داره، ولی اگر من مثلا الان من یه نفر هستم که میخوام یه بیزنسی اینجا بیام و یه بیزنسی رو برای خودم باز کنم، حدود رقمی که من نیاز دارم که بیام با شما مثلا صحبت کنم، حدودش رو میدونید مثلا میتونید به ما بگید؟ خدمتتون عرض کنم که تو این کار کارواشم ما یه شریک خیلی دوست، خیلی هم دوست هم شریک خیلی عزیزی داریم که آقای سعید هادیون هستن و به غیر از این که شریک بنده هستن، کارهای حسابداری و کارهای بیزینسی رو ایشون انجام میدن. یعنی اگر خواستن میتونن از با ایشون تماس بگیرن، اینا کمکشون کنن که دقیقاً. ایشون اطلاعاتش خیلی بیشتر از منه، چون که هم حدود 13-14 سال اینجا هستن، همین این که در زمینه کار باشم به کمک ایشون ما اومدیم این بیزینس ها رو تونستیم راه اندازی کنیم. خیلی هم عالی. برای جنبندی آخر سوالمون، خب من به عنوان به قول معروف یه جوانی که دلم میخواد بیزنس بکنم، یه روزی برسم به این جایی که شما رسیدید، سر صندلی شما بشینم، نظرتون یه چند تا به قول معروف نصیحت برای اون کسایی که میخوان بیزنس انجام بدن دارین که شاید به درد همه بخوره و قسمت بکنیم با همه بینندگان؟ فرض کنید که یه نفر، ما یه خورده مقدار پولی داریم یا یه وامی گرفتیم و من الان قصد بیزنس دارم، شما به عنوان یه آدم با تجربه که سالهاست دارین این کارو میکنین، چه پیشنهادی دارین برای یه نفر؟ به نظر شما یه بیزنس خوب از کجا شروع میشه؟ تیم خوب از کجا میشه پیدا کرد و چجوری میشه موفق شد؟ خدمت شما عرض کنم که شما اول از یه لطف داریم و اینو من کاملا شما رو میشناسم، میدونم که شما خودتون یه بیزنسمن موفقی هستین و حتما مزاحم خودتون میشیم تو بیزینس های بعدیمون، باعث افتخار. ولی من تنها چیزی که توی بیزینس توی 24-5 سالی که بیزینس کردم، حالا یه مدتی توی دبی، یه مدتی توی مالزی، یه مدتی توی چین بودم، دفترم توی چین بود و توی ایران، تنها چیزی رو که من میدونم از بیزینس اینه که باید صداقت توی بیزینس باشه و همه قشنگ میدونن که چه یه بیزینسی رو میخرن، چه یه بیزینسی رو میفروشن، میدونن که از اولین صحبتاشون میفهمن که این بیزینس به دردشون میخوره یا نمیخوره. بله. تنها چیزی که من تو 25 سال فهمیدم صداقت توی بیزینس. بسیار عالی، بسیار عالی. چیز خاص دیگه هست که بخوایم با بینندگان ما شیر بکنید اینا؟ برای همشون آرزوی موفقیت میکنم خدمتتون عرض کنم که، و منتظریم که انشالله اگر مقبول بود براشون ما در خدمتشون هستیم، هر کمکی از دستمون بر بیاد انجام بدیم. خیلی ممنون از لطفتون. به شخص باعث افتخار من بود که یه صحبت خیلی خودمونی با آقا نادر داشته باشم. ایشون هم خیلی تجربیات عالی دارن، همین که وقتی صحبت میکنن معلومه که تجربیاتشون فوق‌العاده است واسه بیزنس. هر کلمه‌ای که ایشون گفتن واقعا به نظر من مثل طلا میارزه. کسی که واقعا قصد اینو داره که بخواد موفق باشه حتما باید نگاه کنه و از تجربه‌هایشون استفاده کنه و به قول معروف از حرفم گذشته و به قول معروف نشون میده که بیزنس های موفقی که ایشون باز کردن و الان دارن ران میکنن چقدر قشنگ پروفیت میده و این به اندازه کافی به قول معروف یه شناسنامه خیلی خوبیه، یه رزومه خیلی عالیه برای ایشون. به شخصه واسه من افتخار بود که کنار شما نشسته بودم و با شما صحبت کردم. تشکر میکنم از همه بینندگانم که نشستن نگاه کردن. این قسمت اول برنامه گفتگو بود.
یه بریک کوتاهی به شما میدم و بعدم در خدمتتون هستم. خیلی خوشحال شدم بازم در خدمتتون هستم. خداحافظ. با عرض سلام و ادب مجدد، امیدوارم که از برنامه این هفته گفتگو لذت برده باشین. این هفته در خدمت آقای نادر درجه بودیم. ایشون یکی از بیزنسمن‌های موفق ملبورن هستن. یه گپ خیلی خودمونی و خوبی با ایشون داشتیم. ایشون تجربیاتشون رو در اختیار ما گذاشتن. بنده خودم به شخص خیلی لذت بردم و استفاده کردم. امیدوارم که شما هم از این برنامه لذت برده باشین. فکر نمی کنم که وقت برنامه انقدر باشه که بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. به این دلیل برنامه رو همینجا سعی می کنم که تموم کنم. فقط ازتون می خوام که اگه نظری، سوالی، پیشنهادی دارین لطفاً توی فیسبوک دریملند یا توی وبسایت ما بنویسید. خوشحال میشیم توجه شما، نظرات شما ما رو ثابت قدم تر میکنه و به ما کمک میکنه که برنامه‌های بهتری براتون درست کنیم. شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. حمید قاسمی هستم. خدا نگهدار.